أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} وما أدراك ما هي نار حامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو وبنداي عزيز عبد الله شمس استم و الله متعال سپاس گزار استم که باز هم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم امیدوار استم هر کجایی که در حفظ و امان الله متعال باشین با سلسله درس های ترجمه و تفسیر خلاصه امروز میخوایم که سوره 101 قرآن کریم یعنی سوره قارعه را که بر شما تلاوت کردم انشالله به شکل خلاصه ترجمه و تفسیرش را بیان بکنم سوره قارعه سوره مکی است و دارای یازده آیت می باشد موضوع سوره قارعه باز هم مانند سوره زلزله قیامت است الله مطال در مورد قیامت بیان میکنه و یک تصویر از قیامت بر ما بیان میکنه پیام اصلی سوره قارعه عظمت و بزرگی قیامت است که ما باید متوجه باشیم و آماده با اوت یک روز باشیم که او روز آمدنی است و هر عمل و رفتار را که ما در این دنیا انجام بتیم این باعث میشه که جایگاه و مقام ما را در آخرت تعیین بکنه پس بیاین که سوره قارعه را با هم یک جا آغاز بکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبرم به الله از شیطان رانده شده بسملله الرحمن الرحیمبه نام الله رحمتگر با رحم یا بخشاینده مهربانلارلارالقارعه که نام خود سورحم است به معنای کوبنده از کلمه قرعه گرفته شده به معنای کوبیدن منظورش از قیامت است یعنی قیامت یک روز کوبنده است به خاطر ازی لفظ کوبنده یا قارعه را به قیامت الله متعال مسما کرده به خاطر ازی که روز قیامت روزی است که حوادث کوبنده و تکان دهنده اتفاق میفته و یک روز کاملا وحشتناک است از او خاطر الله متعال این روز به نام قارعه مسما کرده یعنی روز کوبنده در آیه دوم میفرمایه مل قارعه چیست قیامت پس دوباره سوال میکنه الله متعال از ما و شما سوال میکنه تایی که ما در فکر بیفتیم ما باید فکر کنیم و متوجه باشیم یعنی پیش خود سوال بکنیم که قارعه چی است چه قسم یک روز است کدام اتفاقات در روز رخ میده و ما باید چی آمادگی به خاطر از او روز بگیرم از او خاطر میگم مل قارعه چیست قارعه به همین شکل در ادامهش در آیه میفرماید می فرماید و ما ادراک ما و ما ادراک و چی چیز به تو فهماند ما که چیست قیامت یعنی تو چطور درک کرده میتونی که قیامت چی است ادراک به معنی تو یعنی مخاطب از این آیت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم است اما پیامش عام است به تمام انسان ها است و ما ادراک ما یعنی تو روز قیامت درک کرده نمیتونی از درک و تصور بسیار بلند است هرچند ما در مورد قیامت در قرآن کریم میخوانیم نشانه هایش الله مطال بر ما بیان کرده و در احادیث هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما شرح داده اما باز هم از تصور ما کرده بالاتر است و روزی است که ما نمیتونیم در موردش تصور بکنیم وحشتناکی و حولناکی از او را عظمت از او روزه او روزی است که قرآن کریم در جای دیگه توصیف میکنه که طفل کوچک پیر میسازه او روز یعنی آنقدر حولناک و یک روز وحشتناک است باز در ادامهش در آیه چهارم الله مطال بیان میکنه که انسان ها در روز در کدام حالت میباشند یوم یکون الناس کالفراش المبثوث یوم به معنای روز یکون می باشد ناس انسان ها یوم یکون و ناس روز که می باشد انسان ها یا می شود انسان ها کل فراش که كا به مانای مانند یا مثل فراش پروانه را میگم انسان ها مثل چی می باشند؟ مانند پروانه می باشند مانند فراش می باشند وام مبثوث پراکنده یوم یکون و ناس و کل فراش المبثوث روز که می شود انسان ها مانند پروانه ها به هر طرف پراکنده پروانه را شما دیدین که به دور شم یا به دور چراغ به شکل پراکنده حرکت میکنه یعنی بدون از این کدام هدف داشته باشه بدون از این کدام مسیر در ذهنش باشه چی میکنه به پراکنده حرکت میکنه یعنی نشان می ای آیت الله مطال که انسان هم در روز قیامت بدون کدام هدف بدون کدام مقصد به هر طرف سراسیمه و سرگردان حرکت میکنه در تلاش از پراکنده از انسان ها یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و روزی است که ها به هر طرف سراسیما و پراگنده چی میکنن مثل پروانه ها پراگنده هستند حرکت میکنن این حالت انسان ها بیان کرد الله متعال اول در بعدیش حالت کوه ها را بیان میکنم. و تکون الجبال عین المفوش و, و تکون الجبال و باز هم میشود كوها جبال كوها را الجبال كَالْعِهْنِ المنفوش كَالْ بازم مانند ک عهن به پشم پخته. منفوش ندافی شده یا حلاجي شده و الجبال كَالْعِهْنِ المنفوش وَكُوْهَا کوها می مانند پشم یا پخته دا شده یا ندافی یعنی ای کوهایی که امروز ما شما میبینیم که قدر استوار است و قدر بزرگ است با عظمت از کوها اما در او روز در روز قیامت ای کوها پا بر جا باقی نمیمانم حتی می کوها با می سنگینیش با می بزرگیش مانند پخته چی میشه پراگنده میشه در هر طرف پاش پاش میشه توتا توتا و ریزه ریزه میشه در این الله مطال تصویر از ها را نشان میده که به چی شکل پراگنده و سراسیمه حرکت کنند. بدون کدام هدف و همچنان تصویر از کوه ها را بیان میکنه که این کوه که با این عظمت و بزرگی ما امروز میبینیم که در زمین استوار هستند در روز قیامت به شکل پخته و به شکل پشم ندافی شده تبدیل میشن آله در آیات بعدی بر ما میفرمایه که راه نجاتش چی است ما چطور میتونیم که در روز قیامت نجات پیدا بکنیم از او حوادث حولناک و کوبنده و وحشتناک خدا چه قسم نجات بتیم وف اما من, من پس کسی که ثقلت سنگین باشد موازینه تراضوی اعمال میکش موازین به معنا وزنو تراضو مانا میته اما دریجه به معنای وزن اعمال صالحی که با اخلاص و ایمان انجام شده باشد پس کسی که ترازوی اعمال نیکش چی باشه؟ سنگین باشه وزندار باشه چی میشه؟ فهو پس به او است عیشت راضیه یک زندگی که دو راضی می باشا. عیش به معنی زندگی که در او انسان خوش میباشه زندگی که آسوده می باشا. ما و شما هم در زبان فارسی میگیم که فلان شخص عیش کرده فلان شخص عیش کرده یعنی که سر یک زندگی خوب داره زندگی آرام داره آسوده داره حال در دا هم الله مطالب میگه که کسی که اعمال صالحش اعمال خوبش وزنش زیاد باشه او یک زندگی داره که عیش میکنه روزی است خوشنود است به این که اعمال نیک و بعد ما مثل ترازو وارد وزن میشه به این شکل ترازوی فیزیکی نیست که ما در دنیا استفاده میکنیم و مثال با, با, کیلو وزن میکنیم هر چیز را که میخریم به این شکل نیست اما اعمال صالح و اعمال بد ما محاسبه میشه در عدالت الله متعال وزن میشه کسی که اعمال صالح زیاد باشه کارهای خوب زیاد کرده باشه بیشتر به با مردم خیرش رسیده باشه عبادت الله متعال کرده باشه انسان نیک و مهربان باشه او چی میشه؟ عیش میکنه زندگی رازی را در دنیا میداشته باشه خب حالا میریم برعکس رو میبینیم و اما من خفت موازینو ف امهو هاویه حالا برعکس رو بیان میکنه و اما من و کسی که خفت یعنی که خفیف باشه سبک باشه موازینو ترازوی اعمال صالح یعنی که اعمال صالح سبک شد بیشتر اعمال صالحشی بودک سنگین بود زیاد بود اما حال خفت خفیف است کسی که خفیف باشه سبک باشه اعمال صالحش یعنی کم باشه فا امهو هاویه ام با مانای مادر است فا پس مادرش یعنی که جایگاهش مقامش هاویه مقام جایگاهی است هاویه است هاویه از کلمه هوا گرفته شده با مانای افتادن سقوط کردن در یک جای تاریک که منظورش از چی است از دوزخ است چون دوزخ یک جای وحشتناک یک جای تاریک است پس میگه و اما من خفت موازینه فامه هاویه پس کسی که اعمال صالحش سبک شوه جایگاهش مقامش هاویه است جهنم است و ما ادراک ما و ما ادراکه بازم تکرار میشه و تو چطور درک کرده میتونی و یا تو چطور میفهمی که ماهیا آن چی است یعنی محاویه چی است اشاره میکنه به دوزخ که تو چی میفهمی که دوزخ چه قسم یک جای است ما شما فقط شنیدیم اما شنیدن کی بود مانند دیدن یعنی تو از درک و تصورت بسیار بالاست بسیار شدیدتر حولناکتر است دوزخ و ما ادراک ماهی از مخاطر میه که تو چطور درک کرده میدنی یعنی که از درک و تصور تو بالا است که دوزخ چه قسم یک جای است باز در آخرش میفرمایه که نار حامیه حاویه چه قسم جا یک جای است نار آتش است حامیه سوزان سوزناک یعنی دوزخ جای است که در اوجه آتش سوزان وجود داره که در دا این قسمت سوره قارعه به پایان میرسه امیدوار هستم که از این درس و از این ویدیو ترجمه و تفسیر خلاصه سوره قارعه را یاد گرفته باشین حتما با دوستانتان شریک بسازین تا که در اجر و پاداشش شما هم شریک شوین تا ویدیوهای آینده شما را به الله متعال می همیشه شاد موفق و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید الله یار و نگهدار شما